در 31 مرداد 1299 یا 22 اوت 1920 در تهران متولد شدم. بچگی من در یک خانواده گذشت که خانواده موسیقیدان بودن، چه پدرم چه مادرم اهل موسیقی بودن. مادرم دختر میرزا عبدالله پایه‌گذار موسیقی سنتی ایران بود، پدرم شاگرد میرزا عبدالله بود و من خودم متاسفانه در کار موسیقی پایه نکردم، تمایل اونجوری نداشتم، ولی خب در جوانی در بچگی پیانو میزدم، ولی بعد یواش یواش اونم فراموش شد. اما بیشتر شایق بودم که نقاشی بکنم، عشق و تمایلم به نقاشی بود. نقاشی اینجوری که از 2 سالگی و 3 سالگی میخوام بگم که تمام دیوارهای خونمون و تمام ستونهای خونمون رو با زغال من نقاشی کردم و پدر و مادرم میدونستن که این عشق با من مثل اینکه زایده شده. تا اینکه دبستانم تمام شد، دبستانم رو باز تمایل به نقاشی مرتب برقرار بود، مرتب این کار رو میکردم، کما اینکه در زمان انقلاب هم یکی از همشاگردی های دبستانم رو پیدا کردم که این یه خاطره ای و یک کتابچه ای از من داشت که من یادم رفته بود، اصلا یادگاری بهش داده بودم. اون موقع کتابچه‌ام خودم دوخته بودم براش، اصلا درست کرده بودم و دوخته بودم، تمامش نقاشی خودم بود که برگردون به خودم یه صفحش خودش برداشت. این کار دبستان، در دبیرستان خیلی زیاد بیشتر از این رفتم تو کار نقاشی، به خصوص که معلم دبیرستانمون کسی بود به نام آقای علی اکبر خان نجم‌آبادی، از شاگردان کمال الملک بود ایشون و خیلی زیاد منو تشویق میکرد. آقای نجم‌آبادی گاهی اوقات میرفتم خونهشون، اولین بار با کارهایی که ایشون کپی کرده بود از رامبرانت یا از میکلانش اینها آشنا شدم و بعد هم ادامه میدادم به کار نقاشی تا اینکه دبیرستان تمام شد. اتمام دبیرستان رو من دلم میخواست که طوری باشه که در یه دانشکده بعدش برم که ارتباطی با کار هنری نقاشی هم داشته باشه، که پیدا نمیکردم هم چیزی رو. بعد فکر کردم به دانشکده کشاورزی برم یا دانشکده ادبیات برم که یه جوری بتونم نزدیک باشم به کار هنری، ولی باز هم نمیتونستم خودم رو راضی بکنم. تا اینکه در سال 1319 که دانشکده هنرهای زیبا اون سال تأسیس شد و مصادف بود با دیپلم گرفتن من در دبیرستان، یک دریچه باز شد به زندگیم و بلافاصله در کنکور اونجا شرکت کردم و رفتم به دانشکده هنرهای زیبا. دانشکده هنرهای زیبا رو یه عده فرانسوی و یه عده ایرانی ترتیبش داده بودن و برنامه ریزیشو کرده بودن. دانشکده فرانسه زبان بود اونجا، خیلی اونجا برای من یه آموزش فوق‌العاده‌ای بود، چه در عالم معماری و چه در عالم نقاشی. معلم مستقیم من، استاد مستقیم من مکزیم سیرو بود و رئیس ما آندره گودار بود، هر دو رو بنده براشون احترام فوق‌العاده قائلم. و بعد که دبیر دانشگاه تمام شد، البته دانشگاه رو با یک وضع بسیار درخشانی تمام کردم که چه در سیکل اول دانشکده و چه در سیکل دوم دانشکده همیشه یا مانسیون اول بوده یا سیکل دوم مدال، مرتب مدال. و بعد هم اولین کسی بودم در دانشگاه که در دانشکده هنرهای زیبا که دیپلمم دیپلمه ممتاز بود، یعنی اولین کسی بودم که ممتاز گرفتم. و میخوام بگم که کسی دیگه ممتاز نگرفت در دانشکده تا موقعی که بنده خودم شدم رئیس دانشکده. حتی موقعی که دانشیار و استادی هم بودم باز کسی ممتاز نکرد. خب با این وضع بعد از اینکه دانشکده به این صورت تمام شد چند اتفاق افتاد برام. یکی اینکه
یک نمایشگاه روزها ترتیب دادن، واکس ترتیب دادن که در اون نمایشگاه شرکت کردم. از نظر معماری کارهای دیپلم هم گذاشتم اونجا، یکی نشان هنر بهم از اونجا تعلق گرفت و بعد هم یک مسابقه برای اون نشانی که متفقین داده بودن به ایران برای پل پیروزی که اطلاق شده بود به دولت ایران برای اینکه مونومنتی ساخته بشه در راهن شرکت کردم. اونجا موفقیت داشتم، اول شدم. و بعد هم برای بوعلی سینا یک مسابقه گذاشته شد از طرف انجمن آثار ملی که یک آرامگاهی ساخته بشه، بنده باز برنده مسابقه شدم که قرار شد ساخته بشه. و بعد هم دو کار دیگه از نظر نقاشی اون موقع انجام دادم. اولین سفارش های نقاشی بود که داشتم. میدونید متفقین که در ایران بودن سربازاشون، افسرهاشون همطور تو کوچه ها جایی نبود که اینو تفریح بکنن، همطور قاطی مردم این برامر رفت آمد میکردن، مخصوصا تو خیابون استانبول. یک کسی آمد و خواست یک رستورانی درست بکنه، کاباره رستورانی در حقیقت، که اینها رو جذب بکنه و کرد این کارو بالای سینما پالاس اون زمان که میشه برج الغانیان خیابون استانبول امروز. و اونجا آقای آفتاندلیان یکی از استادان دانشکده هنرهای زیبا تزیینات اونجا رو به عهده گرفته بود که به من پیشنهاد کرد که نقاشی های دیواری برای اونجا تهیه بکنم، که 5 نقاشی بزرگ مثل فرسک بزرگ 3-4 متر طول و ارتفاع 1-2 متر که درست کردم با رنگ روغن اونجا نصب شد. 1500 تومن اون زمان به بنده حقوق یا مزد تعلق گرفت، که نظیر این رو در بالای خیابون لاله‌زار نو تو خیابون شاهرضا یه باقی رو تبدیل کردن به یه همچین چیزی که کاباره رستوران باشه به عنوان ویلاژ بامبو. اونجا هم باز آقای آفتاندلیان دستن در کار بود که به بنده پیشنهاد باز نقاشی کرد توی غرفه های اونجا نقاشی تهیه کردم، باز اونجا یه همچین پولی نصیبم شد. بعد شاگرد به مناسبت شاگرد اول از طرف دولت فرانسه دعوت شدم برم به فرانسه که در اونجا تحصیل به اصطلاح معماری رو ادامه بدم. آقای آندره گودار مسئول این مؤسسه بود که ما 8 نفر بودیم از ایران حرکت کردیم و رفتیم به فرانسه. بوزار رو بنده با موفقیت در ظرف یه چیزی در حدود 2 سال و نیم به پایان رسوندم. و بعد از اون دیپلمی که قرار بود بکشم که اون زمان چون هنوز برای آرامگاه بوعلی سینا پولی و بودجه آماده نشده بود که بخوان بسازن، اطلاع دادن به بنده که بودجه آماده است و بیام به ایران و این کار رو انجام بدم. دیپلمم رو بنده بردم روی آرامگاه بوعلی سینا و نتیجتاً بعد از گرفتن دیپلم همون رو آمدم برای ایران، برگشتن به ایران به اجرا در آوردم. اولین کارهایی که در مراجعت به ایران انجام دادم یکیش این بود که دفتر خودم رو تأسیس کردم. تو اون دفتر کلیه کارهایی که باید میکردم تا استان انقلاب انجام شد. دوم این بود که بنده رو بلافاصله به عنوان دانشیار استخدام کردم در دانشکده که اونجا مشغول عملیات شدم و تعلیم و خیلی از نوآوری هایی که به نظرم لازم می اومد برای دانشکده پیشنهاد کردم و با تصویب شورا اینها رو انجام دادیم. از جمله کارهایی که دانشجویانی که تازه وارد میشن به عنوان مقدماتی باید انجام بدن با خود بنده مشغول کار شدن. یکی شناسایی یونان قدیم، یکی شناسایی مصر قدیم و بیشتر از همه که روش تکیه خیلی فراوان داشتم خود ایران بود و ایران رو توأم کردم با مسافرت ها، بازدید ها و همچنین نقشه برداری ها و رولوه ها از بناهای تاریخی که تا اون موقع ثبت شده بود ولی اسنادی ازش نبود در باستان شناسی. و همچنین یه سری کارهای تعلیماتی دیگر در زمینه پروژه ها و چیزهای
تزینی و برنامه های اسکیس و اینجور چیزا، تا اینکه استاد دانشکده شدم و بعد هم در سال 1341 شدم رئیس انتخاب شورای دانشکده، شدم رئیس دانشکده هنر زیبا. از اون زمان فعالیت خیلی مفصلی روی دانشکده هنر زیبا انجام دادم که اینجا رو به یک پایه آبرومند معتبری برسونم، که این کار کردم در فرصت کوتاهی، حتی تفعیل سال بیشتر نبود. عرض کنم که کارهای مهمی که در اون موقع انجام دادم ایجاد سه رشته در دانشکده بود، که این سه رشته یکیش رشته شهرسازی بود که تا اون موقع اصلا در ایران صحبتش بود، ولی صحبت تعلیماتش نبود که ما اینو به وجود آوردیم با دیپلمی که داده میشد به عنوان دکترا، اون هم کسانی که میمودن در رشته شهرسازی یا دیپلمه های دانشکده هنر زیبا بودن یا جامعه شناسی و سایر مراکز مؤسسات، که اینها با کنکور باید وارد میشدن، ولی دیپلمه های دانشکده هنر زیبا مستقیم وارد میشدن. یکی دیگه رشته تئاتر بود، یعنی تئاتر و موسیقی، دو تا رشته دیگه، یکی تئاتر و یکی موسیقی، هر دو به عنوان علم و دانش تئاتر و دانش موسیقی، نه به عنوان اینکه هنر پیشه یا نوازنده تربیت بشن. اونم از نظر اینکه ایران لازم داشت که در زمینه دانشگاه همچین رشته های رو به اصطلاح تعلیماتش رو اشاره بده. خب این یکیش بود. دیگر اینکه در زمینه خود دانشکده و برنامه های خود دانشکده تغییرات خیلی مفصلی ترتیب داده شد. یکی اینکه دیپلم ها تا قبل از اون دیپلم ها رو میومدن میدادن و شورا به اصطلاح روش تصمیم میگرفت. بنده فکر کردم اینجور نباشه، بیایم جوری راستن در حضور تمام دانشجویان تشکیل بدیم و دانشجویی که دیپلمش رو تزش رو میخواد مطرح بکنه همونجا بیاد و توضیح بده و دفاع بکنه و بعد هم سوال جواب بشه بین جوری و ایشون، و به این صورت یه تعلیم جدی در این زمینه داده بشه که شد. و بعد هم تأسیس دفتر فنی در دانشکده، چون اون موقع در دانشکده آقای دکتر اقبال که بعد نخست وزیر بود یک قانونی گذرونده بود که اشخاصی که عضو دولت هستند و برای دولت دارن خدمت میکنن حق شرکت در برنامه های به اصطلاح مالی که با دولت قرارداد بسته میشه نداشته باشن. استادان دانشکده ما که در سطح کشور باید فعالیت میکردن طبعا واسه با دولت قرارداد می‌بستن برای فلان ساختمان، فلان نمونم مجموعه ساختمانی، فلان نمونم کار ساختمانی معماری، و این رو مانع می‌شد این قانون. ما فکر کردیم که در دانشکده یک به اصطلاح دفتر فنی ایجاد بکنیم که این دفتر فنی بشه مشاور، مثل مشاورینی که همه جا دارن کار میکنن، و این مشاور هم استاد توش کار بکنه هم دانشجو که پول بگیرن، و این جوابگوی اون نقصی بود که از اون قانون نصیب دانشکده میشد. همچنین کافتریایی که برای دانشکده درست کردیم برای اینکه دانشجویان دسترسی داشته باشن به خوراک همیشه، چون شبان روز میتونستن کار بکنن تو دانشکده، یا اینکه تعاونی درست کردیم و بعد دانشکده رو به صورت یه مرکزیت فعال هنری در آوردیم، که اونجا کارهای فیلارمونیک انجمن فیلارمونیک با ما قرارداد بست که بیاد اونجا فعالیت بکنه به نفع دانشجویان موزیک ما، یا اینکه نمایشگاه های از خارج از دانشگاه ما اونجا ترتیب میدادیم مرتب، هر هفته هر ماه، به ترتیبی که انجمن فرهنگی های متعدد اونجا نمایشگاه های زیاد گذاشتن، یا وابسته های فرهنگی سفارتخونه ها می اومدن از کار کشورهاشون می آوردن اونجا، و بعد اصلا دانشکده شد مرکز سمینارها، مرکز گفتگوها، بحثها، دیدارها و تمام فعالیت های فرهنگی.
این پس این و اما به این سراغ دفتر خود بنده. دفتر خود بنده تا زمانی که در ایران بودم فعالترین دفتری بود که میشد فعالیت بکنه و در تمام زمینه ها سعی میکردیم ما نوآوری مفصل داشته باشیم، چه در بتون لوح، چه در بتون پیش ساخته، چه در آهن به کار بردن، چه در سنگ کاری های متعدد، چه در خلاصه دفتر ما یه جوری بود که میشه گفت سرمشق بود برای خیلی ها. خیلی ها منتظر بودن ما چه میکنیم و یه تقلیدی بکنن در تمام ایران. از اینها گذشته خود بنده چه در ایران چه در خارج ایران، به خصوص برای نشون دادن و شناسایی فرهنگ و معماری خاص ایران که خیلی ارزش داشت، سخنرانی های خیلی متعدد کردم. بنده در شوروی سخنرانی کردم، در انگلستان سخنرانی کردم، در فرانسه سخنرانی کردم، در یونان، در بلغارستان، در هندوستان، در امریکا، در کانادا، تمام اینجا به نفع معماری ایران که معماری برجسته است از نظر تاریخ معماری و معرفی ایران فعالیت خیلی زیاد کردم. و بعد هم عکس برداری از جاهایی که این مسافرت هایی که با دانشجوان می کردیم ما توانه با کروکی و عکس و نقاشی بود و خیلی خیلی اینا رو زیاد توسعه دادیم و از اینا استفاده شد در اون مسافرت ها و در اون عرض کنم که کنفرانس هایی که در خارج از ایران داشتیم. حالا این تا زمان انقلاب بود. بعد از انقلاب بنده دیگه از ایران خارج شدم. سالهای اول رو، 3-4 سال اول رو در پاریس بودم که مرتب فعالیت نقاشی داشتم که چندین نمایشگاه اینجا گذاشتم. معماری رو به کلی گذاشتم کنار، ولی خب تحقیقاتش و پژوهشش برقرار بود. بعد رفتم به کانادا، اونجا تا امروز فعالیت نقاشیم خیلی مفصل داره ادامه پیدا میکنه، چه در امریکا، چه در کانادا و چه در نقاط دیگه دنیا نقاشی های مفصل با نمایشگاه گذاشتم و آبرومندم بوده و اعتبار مفصلم به دست آوردم. و بعد هم سخنرانی ها رو همینجور ادامه دادم تا همین امروز که در خدمتتون هستم، که دیروز هم حتی یکی از این سخنرانی ها رو در انجمن ارشیتکت های ایران انجام دادم.